یکمین روز مهر ماه برابر با 23 سپتامبر سال 1297 خورشیدی برابر با 1918 میلادی ثبت احوال و صدور شناسنامه اجرایی شد. هرچند دو سال پیش از این تصویب نامه‌ای مشتمل بر 41 ماده درباره آمار و ثبت احوال به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، ولی این تصویب نامه به اجرا در نیامده بود. در این سال ثبت احوال در وزارت داخله در تهران تأسیس شد و به تدریج در نقاط دیگر کشور توسعه یافت و در حدود 6 سال بعد آیین‌نامه‌ای مفصل درباره سرشماری و جمع‌آوری آمارهای گوناگون به تصویب هیئت وزیران رسید. اداره ثبت احوال در آغاز سجل احوال نامیده می‌شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی نیز یکی از ادارات وزارت کشور محسوب می‌گردید. این اداره کمی بعد به نام اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکتی نامیده شد و بعدها به اداره آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. سال 1318 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، در گذشت زیگموند فروید، روانپزشک و روانکاو که زاده شهر پریبور در کشور چک کنونی و امپراتوری اتریش پیشین است. خانواده وی از یهودیان اشکنازی بودند. پدرش پارچه فروش بود و 3 سال بعد از تولد زیگموند به دلیل مشکلات مالی همراه با خانوادهش به لایپزیگ رفت و پس از مدتی به وین مهاجرت نمود. برابر این فروید این امکان را یافت که به یکی از بهترین دبیرستانهای وین برود و در آنجا با درجه ممتاز فارغ التحصیل شود. او که در ابتدا می‌خواست حقوق بخواند، پس از چندی تغییر عقیده داد و به دانشکده پزشکی دانشگاه وین رفت و کمی بعد برای استفاده از بورس تحصیلی در رشته جانورشناسی به تریست ایتالیا سفر کرد. فروید پس از اخذ مدرک پزشکی با مارتا برنز ازدواج کرد و در بیمارستان عمومی وین مشغول به کار شد، اما پس از چندی برای تحقیقات عصب شناسی به پاریس رفت و در بیمارستان سالپتریه با ژان مارتن شارکو که بزرگترین روانپزشک زمان خود به شمار می رفت آشنا شد. وی سپس به وین بازگشت و مطبی را راه اندازی نمود و به درمان بیماران روانی با استفاده از هیپنوتیزم پرداخت و پس از تحقیقات بسیار با جوزف برویر به بررسی و تحقیق و درمان بیماران به روشی که خود روانکاوی می نامید پرداخت. فروید بعدها تصمیم گرفت به جای هیپنوتیزم تداعی آزاد و تحلیل رؤیاها را برای تشخیص و درمان بیماران روانی به کار گیرد. او بیماران را ترغیب می کرد که درباره بیماری خود و خاطرات زندگی خود سخن گویند. بسیاری از آنان با سخن گفتن و یادآوری خاطرات تلخ گذشته به ویژه دوران کودکی بهتر می شدند. یکی از بیماران او نام سخن درمانی را بر این شیوه گذاشت. سال 1343 خورشیدی برابر با 1964 میلادی، آغاز کار دانشکده هنرهای دراماتیک سابق و دانشکده سینما و تئاتر فعلی. این دانشکده که خود بخشی از دانشگاه هنر تهران به شمار می آید، پیش از انقلاب دانشکده هنرهای دراماتیک نام داشت و بعد از انقلاب به همراه چند دانشکده که قبل از انقلاب زیر مجموعه وزارت فرهنگ و هنر سابق بودند، از جمله دانشکده هنرهای تجسمی، تشکیل مجتمع دانشگاهی فارابی را دادند که چند سال بعد این مجتمع به دانشگاه هنر تغییر نام داد.